سر خط خبرها. عبور شمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 5 میلیون نفر. آمار روزانه قربانیان در برزیل از 10,000 نفر گذشت. مثلا در شهرستان ماهشهر در یک هفته اخیر الان اعلام میکنم که تمام تخت‌های بیمارستانی ما پر شده. خوزستان در اوج بحران کرونا، 10 استان شاهد شیوع فزاینده. رئیس جمهوری میگوید ایران به مرز مهار ویروس رسیده. هشدار ارتش آمریکا برای حفظ فاصله از ناوهایش در خلیج فارس، به عبور از شعاع زیر 100 متر پاسخ داده خواهد شد. و با کاهش بحران کرونا در اروپا، باشگاه‌های 4 لیگ بزرگ فوتبال تمرینات خود را از سر گرفتند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. برزیل نقطه اوج تازه‌ای در گسترش ویروس کرونا رقم زد. در 24 ساعت گذشته بیش از 17,000 مورد جدید ابتلا و مرگ نزدیک به 1,180 نفر در بیمارستان‌های این کشور گزارش شده. برزیل حالا به صورت شتابنده‌ای به یکی از بزرگترین کانون‌های شیوع کرونا تبدیل می‌شود. همزمان در هند طی شبانه روز گذشته آمار ابتلا اوج گرفته، در حالی که شرق این کشور برای رویارویی با گردبادی مرگبار آماده می شود. مهداد فرهمند گزارش می دهد. این تنهای سالم زیر آفتاب استوایی برزیل، کسی چه می داند؟ شاید به زودی سر از این تابوت ها در بیاورند. با رشد شتابنده گسترش ویروس کرونا در این پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین، تابوت سازی و گورکنی است که کسب و کاری پر رونق شده. امکانات آزمایش شهروندان و کشف مبتلایان کفاف چنین کشور پهناوری با جنگل‌های انبوه را نمی‌دهد. چه بسا شمار مبتلایان و جان باختگان بسیار بیش از این باشد که اعلام شده. از جمله برزیلی‌هایی که بیش از همه در خطرند، بومیان و ساکنان تاریخی این کشورند که به دلیل بسته و دور افتاده بودن جوامعشان، ایمنی بدنشان به ویروس‌های تازه کمتر از شهرنشینان است. رئیس جمهور برزیل اما خیلی اعتقاد به قرنطینه ندارد. نسخه دونالد ترامپ را تجویز می‌کند. هیدروکسی کلوروکین، داروی مالاریا، که اتفاقاً خاستگاهش از همین آمریکای لاتین است، از گیاه گنگنه گرفته می شود که صدها سال پیش اسپانیایی ها از اینکاها گرفتند و برای درمان مالاریا به جهان عرضه کردند. اما دانشمندان هنوز به اجماع نرسیدند که شفای کرونا در حب گنگنه است. حتی هشدار دادند که چه بسا این دارو عوارضی هم داشته باشد. جای دیگر جهان که گسترش ویروس کرونا رشد شتابنده گرفته، هند است. اکنون بلای دیگری نیز بر آن نازل شده. گردباد آمپان از خلیج بنگال با سرعت بیش از 180 کیلومتر در ساعت می آید تا زندگی مردم را به هم بزند. مردمی که مانده اند چگونه هم فاصله از یکدیگر را رعایت کنند، هم در پناهگاه‌های جا بگیرند که شمارشان برای این همه جمعیت کافی نیست. جمعیتی عمدتاً فقیر. فقری که بانک جهانی هشدار داده کرونا امسال 60 میلیون نفر را در جهان به قعر آن می‌فرستد. از خط فقر شدید هم پایین‌تر می‌برد. خط فقر شدید یعنی اینکه هر نفر در روز کمتر از $1.90 پول برای گذران زندگی داشته باشد. در حالی که تنگدستان حاشیه خلیج بنگال طعمه سه دیو کرونا و فقر و گردباد می‌شوند، کره‌های برخوردار و مرفه از قرنطینه بیرون می‌آیند. دانش آموزان سال‌های بالایی دبیرستان از امروز سر کلاس برگشتند. با دهانبند اجباری، گذر از آزمون ویروسیابی و دیوارک‌های میانشان. مهرداد فرهمند، بی بی سی.
رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش در مقابله با کرونا پیشرفت‌های خوبی داشته و به مرز مهار این بیماری نزدیک شده. این در حالی است که وضعیت در 10 استان از جمله خوزستان نگران کننده توصیف شده. نماینده وزیر بهداشت در این استان از خستگی و فرسودگی کادر درمان بعد از ماه‌ها مبارزه با کرونا صحبت کرده. بعضی از پزشکان هم میگویند ظرفیت بیمارستان‌ها رو به تکمیل است. آمار رسمی هم از افزایش شمار مبتلایان حکایت دارد. باران عباسی گزارش می‌دهد. خوزستان، کانون جدید کرونا در ایران. افزایش ناگهانی شمار بیماران در استانی که در هفته‌های اول شیوع ویروس سهم کمی از مبتلایان را داشت. اما حالا با گذشت 3 ماه برآورد شده که از کل موارد روزانه ابتلا دست کم 1/4 مربوط به خوزستان است. الان با پیک کرونا در اواخر اردیبهشت مواجه شدیم و این واقعا جای تأسف داره. تا حالا خدا رو شکر خوب بودیم، راضی بودیم، اما بعد از این نگرانی مردم واقعا باید همکاری کنن. ما تا حالا بچه های ما هیچی کم نذاشتن، ولی مثلا در شهرستان ماهشهر در 1 هفته اخیر الان اعلام میکنم که تمام تخت‌های بیمارستانی ما پر شد. این سری آمار که داره بالا میره، بیمارا هم بدحال‌تر از سری‌های پیش هستن. سنین مختلف هم داریم. اینجوری نیست که بگن سن بالا و سن پایین نمیگیره، بچه نمیگیره. خواهش میکنم ازشون رعایت کنن. مقام ها میگویند این جهش در ارقام به دلیل افزایش تعداد آزمایش است و در این حال رعایت نکردن فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی از سوی مردم. بیش از 1 هفته است که اداره ها و بازارها در 9 شهرستان خوزستان تعطیلند، اما بعضی به سمت دست فروشی در خیابان ها رفتند و تجمع در بازارچه های غیر رسمی بیشتر شده. دلخوش نباید بشیم به موفقیت هامون. حسن روحانی اما میگوید دولتش در مقابله با ویروس موفق بوده. پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم در این مدت. قدم به قدم ما در حال پیشرفت بودیم. هیچ جا عقب نشینی نداشتیم و تقریباً به مرز مهار رسیدیم. در کشوری که بسیاری از قوانین محدود کننده آزادی‌های اجتماعی با سختگیری شدید اعمال می‌شوند، ستایش حسن روحانی از سیاست دولتش برای کنترل کرونا که به گفته او آمرانه نبوده. راهی که ما انتخاب کردیم سیاستی مشارکتی و داوطلبانه بود. اگر چند استانی که شرایطشون شرایط نامناسب هست این روزها، اگر احتیاطات لازم میشد، دستورالعمل‌ها دقیق اجرا میشد، شاید این مشکلات هم نمی داشتیم. در استان‌های کشور بجز سخنگوی وزارت بهداشت هم تصویر مثبتی از شرایط کرونا در کشور ارائه داد. 10 استان در 24 ساعت گذشته خوشبختانه فاقد هر گونه مورد فوتی ناشی از این بیماری بودن و 8 استان دیگه هم 1 مورد تنها گزارش فوت داشتند از ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19. با این حال در روزهای اخیر آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان کرونا بالا رفته و مراجعه به اورژانس در بعضی از استانها افزایش داشته. به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 2300 مورد ابتلای جدید شناسایی شده و 64 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان به حدود 127 هزار نفر رسیده و نزدیک به 7200 نفر هم جانباختند. نگرانی ها اما بیش از همه متوجه اینجاست. افزایش شمار بیماران، پر شدن ظرفیت بیمارستان ها و خستگی و فرسودگی کادر درمان. وضعیت این روزهای استان خوزستان. باران عباسی، بی بی سی. در افغانستان طی شبانه روز گذشته نزدیک به 500 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده. وزارت صحت عامه گفته 10 نفر از مبتلایان هم جان باختند. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان از 8000 نفر گذشت. همچنین آمار رسمی جانباختگان به 187 نفر رسیده. در 24 ساعت گذشته تنها حدود 1000 آزمایش کرونا در افغانستان صورت گرفته. وزارت صحت از مردم خواسته که در عید فطر در خانه بمانند و از دید و بازدید خودداری کنند. دکتر قدیر قدیر، رئیس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صحت افغانستان از کابل با ما هست. آقای دکتر قدیر، کمتر از 1000 تست انجام شده و 500 مورد مثبت، یعنی از هر
دو نفری که شما در روز گذشته در 24 ساعت گذشته تست کردید یک نفر مبتلا به کرونا بوده، فکر نمی کنید که تعداد تست ها خیلی کم هست؟ بسیار تشکر. اول خوش آمدین که از شما سپاسگزاری کنیم که تا فرصت دارید در خدمت مردم افغانستان از طریق شما قرار بگیریم. دقیقا اجازه بدین که ما مکسی بر وضعیت کلی ویروس کرونا در افغانستان داشته باشم و بعداً برمیگردم به سوال شما. تا لحظه ای که من با شما صحبت میکنم، گرچه ارقام متحول است، ما 8145 واقعه مثبت در افغانستان داریم و متعاقباً 178 واقعه فوتی داریم و نیکبختانه 930 واقعه شفایاب داریم در افغانستان. و در 24 ساعت گذشته حدوداً بیشتر از 1000 واقعه مشکوک به لابراتوارهای افغانستان مراجعه کردند که از میان ازی 492 واقعه مثبت داریم، 10 واقعه فوتی داریم و 8 برای این آمار رو در خبر اعلام کردیم. اگر برای ما بگید که تعداد تست‌ها به نظرتون کم نیست؟ خب اساسا و امکان داره که تعدادی که تستایی که میشه نسبت به میزان ابتلا کمتر باشه، اما تستا بر مبنای مراجعه مریض، واقعات مشکوک و واقعاتی که با اعراض و علائم به شفاخانه ها مراجعه میکنن هماهنگ است. ظرفیت تست در افغانستان، ظرفیت تست در 24 ساعت چقدر هست؟ 2000 تست ما در روز داریم که در یک هفته گذشته اساساً میان 1000 تا 1500 واقعی مشکوک در لابراتوارهای ما ثبت شده که از این میان واقعیات مثبت. دسترسی شهرها و روستاهای دورافتاده، مردمی که در روستاهای دورافتاده زندگی میکنند، به تست چگونه است؟ اساساً ما تیم‌های سرویلانس را در روستاها و تمام ولایات داریم. یعنی کسایی که با اعراض و علائم مرض در هر نقطه افغانستان باشد یا با تیم‌های ما دسترسی دارند، تیم‌های ما نمونه‌ها را می‌گیرند و با لابراتوارها انتقال و بررسی‌ست دوباره نتیجه را برای مردم یا برای مریض، کسایی که ازشان نمونه گرفته شده، دوباره برشان میرسانند. آقای دکتر قدیری، اگر خیلی کوتاه بفرمایید، به نظر خودتون تعدادی که الان اعلام شده گفته میشه آمار رسمی هست، چقدر با آمار واقعی که ممکنه وجود داشته باشه فاصله داره؟ خب اساسا شما میدانین که 80% مساوینی از این مرض یا مبتلایان به ویروس کرونا از خود هیچ نوع اعراض و علائمی به جا نمیگذارن و اعراض و علائمی ندارن. خیلی ها مشکل است که بدون تست و یا تست های تصادفی ما بدانیم چنین افرادی را که مصاب هستن و اعراض و علائم ندارن شناسایی کنیم، اما کسایی را که ما شناسایی و آمار و ارقام را اعلان میکنیم، او کسایی هستند که با اعراض و علائم و 20% از مبتلایان را تشکیل میده. کسایی که با اعراض و علائم این مرض به شفاخانه ها مراجعه میکنن، مراکز صحی مراجعه میکنن و به لابراتوارها مراجعه میکنن. ممنونم از وقت شما دکتر قدیر قدیر، ریاست سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صحت افغانستان. ارتش آمریکا هشدار داده شناورهایی در خلیج فارس که فاصله 100 متری از ناوهایش را رعایت نکنند تهدید تلقی می‌شوند و به آنها پاسخ داده خواهد شد. البته خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته قواعد درگیری برای نیروهای آمریکایی تغییر نکرده. نیروی دریایی آمریکا اخیراً از نزدیک شدن خطرناک قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به ناوهایش در خلیج فارس خبر داده بود. نیروی دریایی آمریکا در گذشته معمولاً از شیوه‌هایی مانند به صدا درآوردن بوق کشتی، شلیک منور و در نهایت تیر اخطار برای هشدار به شناورهای دیگر که نزدیکش می‌شدند استفاده می‌کرد. از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدم که تهدید آمریکا چقدر می‌تواند شرایط را در خلیج فارس حساس‌تر کند. بستگی داره به اون چی که قایق‌های سپاه پاسداران خواهند کرد. کاری رو که آمریکا کرده در واقع اون قواعد درگیری رو تصحیح کرده و کاملا مشخص کرده برای فرماندهان که تحت چه شرایطی، چه وضعیتی و چگونه عمل بکنند و اینکه اگر قایق‌های سپاه پاسداران
از یک شعاع 100 متری دور اون ناو گذشتند و نزدیکتر شدند، این رو تهدید تلقی بکنه و این دیگه بستگی داده به فرمانده ناو که بخواد چه کار بکنه، که آتش مستقیم به گشایه یا اینکه ممکنه دوباره قبل از رسیدن به این 100 متر تمام اون شیوه های قدیمی رو که شما در گزارشتون ذکر کردین رعایت بکنه تا برسه به درگیری مستقیم، یعنی بوق ناو رو به صدا در آوردن، چراغ زدن، اخطار رادیویی دادن و حتی تیر اخطار. و این فاصله 100 متر در اون ویدئوهایی که اخیراً نیروی دریایی آمریکا منتشر کرده بود نشون میداد که فاصله خیلی نزدیکه، یعنی حتی از 100 متر هم به نظر میرسید که نزدیکتر باشه. فکر میکنید سپاه پاسداران ایران، نیروی دریایی ایران، آیا این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟ به باور من جدی خواهند گرفت، برای اینکه در اون مسئله که قبلا پیش اومده بود که 11 قایق سپاه نزدیک شدند، یکی از این قایقا به 10 متری سینه کشتی یکی از کشتی‌های ناوهای آمریکایی عبور کرد که درست نیست. و در واقع ببینید، اگه یه سری از ناوها دارن رزمایش انجام میدن یا اگه حرکت میکنند در خلیج فارس یا دریای عمان، اگه خودی باشن فاصله شون در به حساب فرمیشن باشن، صورت بندی ممکنه خیلی کمتر باشه، ولی 100 متر یه فاصله بسیار خوبی است. در دریا برای جلوگیری از تصادم معمولا ناوها از یک فاصله استفاده میکنن به اسم CPA، یعنی نزدیکترین نقطه عبور، که از اون نزدیکتر به یک ناو نشند یا از یک کشتی دیگر که باعث تصادم نشه، و این یه چیز بسیار بدیهیه. 100 متر یه فاصله مناسبی است در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، و سپاه پاسداران هم واقعا نیاز نداره اگه بخواد بفهمه که ناوهای آمریکایی دارن چه کار میکنند یا اطلاعاتی بخواد به دست بیاره، از راه دور هم میتونه این کار رو انجام بده. حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 5 میلیون نفر فراتر رفت. در برزیل آمار مرگ و میر روزانه به بیش از 1000 نفر رسیده، اما رئیس جمهوری این کشور همچنان مخالف برقراری محدودیت برای کنترل شیوع بیماری است. مثلا در شهرستان ماهشهر در یک در ایران استان خوزستان به نقطه اوج بحران کرونا رسیده و شیوع ویروس در 10 استان رو به افزایش است، اما رئیس جمهوری میگوید این کشور به مرز مهار بحران رسیده. در ادامه این برنامه، آغاز تمرینات باشگاه‌های 4 لیگ بزرگ فوتبال اروپا. دوره دهم مجلس شورای اسلامی ایران امروز به پایان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت در 40 سال گذشته هیچ یک از مجلس‌ها تا این حد مورد توهین واقع نشده بود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرده که دولت و مجلس بعدی تعامل بهتری داشته باشند. او گفت که یک لایحه دو فوریتی از اول کار دولت فعلی تا امروز به مدت 3 سال در مجلس بی‌نتیجه ماند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای افشاری، این مجلس لحظات حساس و تاریخی زیادی داشت، از جمله در مورد افزایش قیمت بنزین وقتی اتفاق افتاد. شما اصولا در کل چطور می‌بینید کار این مجلس رو؟ به نظر من در مجموع عملکرد مجلس عمده مردودی میگیره. این حالا خیلی برمیگرده به مثلا خروجی و برونداد این مجلس که چندان تفاوت بنیادی با مجالس هفتم تا نهم نداشت. در واقع این ناکامی برمیگرده به شکاف گسترده که بین وعده ها و ادعاهای نمایندگانی که به خصوص در فراکسیون امید بودن، در مثلا جمع متعلق به گروه اعتدال و توسعه بودن، با واقعیت عملکردی اونها. در واقع این مجلس دهم امتناع اصلاحات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و انسداد ساختاری در نهادهای حاکمیتی رو برجسته تر ساخت. به نظر من از چند زاویه عملکرد این مجلس قابل اعتنا هستش. یکی اینکه
در این دوره شاید این حرف آقای لاریجانی به این معنا درست باشه، چون اگر توهین از ناحیه نیروهای تندرو حکومتی باشه یا نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و غیره باشه، فکر نمی کنم این مجلس توهین بیشتر از مجلس ششم رو تجربه کرده باشه. اما تهاجم نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتصابی در این دوره مجلس به اوج خودش رسید و عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه سنای غیر انتخابی قرار گرفت. اینجا بود که مجلس علاوه بر یک سری حالا مقاومت ها و مخالفت برخی از نمایندگان در مجموع تسلیم شد. این یک به اصطلاح ویژگی مهم بود که شاید ماندگارترین کارنامه باشه که مجلسی که قرار بود در رأس امور باشه در پایان دوره فعالیت مجلس دهم به سختی میشه اون رو دیگه در انتهای امور مشاهده کرد. باز یک اتفاق بیرون از مجلس رخ داد و اون هم این بود که به دلیل ضعف ساختار حزبی در کشور و نبود زیرساخت‌ها، این تصور که اگر چهره‌های درجه یک جریان سیاسی محروم بشن از حضور در مجلس با رفتن سراغ نیروهای گمنام درجه 3 درجه 4 و آنها رو تو لیست قرار دادن و اونها رو بردن در مجلس، خب دیدیم این جواب نداد و ریسک خیلی بزرگی داشت. برخی از این نمایندگان بعد از اینکه رأی رو کسب کردن دیگه کاری به اون لیست و اصلاح طلبان و غیره نداشتن و به اردوگاه جریان رقیب پیوستن. ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، آقای روحانی ابراز امیدواری کرده که مجلس بعدی تعامل بهتری باشه، این چقدر به نظر شما خوشبینانه است؟ این که واقعا یه تصور به اصطلاح بسیار بی بنیاد و ساده لوحانه‌ای هست. قطعا مجلس 11 سوی تقابلی با دولت روحانی در پیش خواهد گرفت. من خیلی کوتاه این نکته هم خواستم اشاره بکنم که به هر صورت یک گروه کوچک در همین اتفاق مجلس 9 به بعد رخ داد، با بازی کردن بین دو جریان اصلی تونست به حال کرسی‌های اصلی رئیس مجلس رو در دست بگیرن، گروه آقای علی لاریجانی. بنابراین این آرزم دوباره تکرار شد، اما در حوزه‌های مختلف نظارتی، مدیریتی، عملکردی مجلس ضعیف برخورد کرد. منتها تک چهره‌های درخشیدن، سعی کردن به اون انتظار از وظایف یک نماینده نزدیک بشن که جا داره به اونها اشاره کرد، مثل خانم پروانه سلحشوری، آقای محمود صادقی، آقای پارسایی و همچنین غلامرضا حیدری و تا حدی علی مطهری. منتها علی مطهری تا موقعی که در هیئت رئیسه مجلس حضور داشت عملکرد تفاوت خیلی زیادی کرد و بار دیگر نشون داد که افراد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمده سیاستمداران موقعی که در قدرت هستن یه برخورد دارن و وقتی از قدرت خارج میشن تفاوت موضع میدن، منتها این خیلی اصولی نیست بلکه تابعی اونها قدرت هست. آقای افشاری ببخشید وقت بیشتری نداریم. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. در ادامه چند خبر کوتاه، مرخصی نازنین زاغری ردکلیف زندانی ایرانی بریتانیایی در ایران بار دیگر تمدید شد. خانم زاغری قرار بود امروز بعد از پایان دوره مرخصی به زندان اوین برگردد، اما مقام‌های قضایی ایران به او گفتند که مرخصیش تمدید می‌شود تا در این مدت درباره ادامه حبس او تصمیم گرفته شود. نازنین زاغری حدود 4 سال پیش در ایران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که خودش رد می‌کند. او 2 ماه پیش همزمان با شیوع کرونا مانند ده ها هزار زندانی دیگر به مرخصی رفت. علت اصلی بوی نامطبوع در اطراف فرودگاه امام خمینی تهران اعلام شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران میگوید 4 دامداری و شرکت تولید کود و فضولات مسئول اصلی ایجاد این بوی نامطبوع هستند. گفته شده اگر آنها به هشدارها توجه نکنند به مراجع قانونی معرفی میشوند. این سازمان همچنین پیشنهاد کرده وضعیت مرکز زباله‌های تهران که اطراف این فرودگاه قرار دارد بهتر شود. رئیس پلیس تهران خبر بازداشت علیرضا جاپاقلی معروف به پسر پارکورکار رو تایید کرده. حسین رحیمی گفته پلیس مخالفتی با ورزش پارکور ندارد و دلیل دستگیری آقای جاپاقلی رفتار به گفته او هنجارشکنانه و ناشایست خودش و همراهش بوده. او تصویری از بوسیدن دوست دخترش روی پشت بامی در تهران را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
دولت ایران آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی را که با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند تصویب کرد. به گفته سخنگوی دولت، طبق این آیین‌نامه در صورت فوت یا طلاق مادر، فرزندان بالای 18 سال می‌توانند خودشان برای تابعیت ایرانی اقدام کنند. سازمان ثبت احوال و دفترهای نمایندگی ایران در کشورهای دیگر مسئول اجرای این آیین‌نامه شدند. گفته شده حدود 200 هزار نفر مشمول این قانون هستند. با شروع شدن لیگ فوتبال آلمان، از هفته پیش کشورهایی که تا این لحظه مسابقه های این فصل رو نیمه کاره گذاشته بودن و تمام نکرده بودن، انگیزه بیشتری پیدا کردن تا مسابقات رو از سر بگیرند. حالا باشگاه های فوتبال هر چهار لیگ بزرگ فوتبال اروپا در حال تمرین هستند، البته با مشکلات خاص دوران کرونا. پوریا جعفری گزارش میده. درآمد های نجومی و ماشین های کورسی گران قیمت، هر چقدر هم که از اینها داشته باشی باز هم نمیتوانند جلوی کرونا از شما محافظت کنند. برای همین با قوانینی مشابه لیگ های مهم فوتبال دنیا تمرین های خودشان را شروع کردند. هزاران تست برای بازیکنان و کادر فنی تیم ها هر هفته در انگلیس، آلمان، اسپانیا و ایتالیا. آنهایی که تستشان مثبت باشد یک هفته تا دو هفته قرنطینه میشوند. اینجا تورین، شمال ایتالیا، یکی از کانون‌های شیوع کرونا. بازیکنان یوونتوس از جمله کریستیانو رونالدو کارشان را از سر گرفتند. آنها با لباس تمرین وارد می‌شوند و بعد از پایان تمرین هم باید در خانه دوش بگیرند. بعد از نزدیک 80 روز دوری از میادین، برای برگشتن به شرایط مسابقه تلاش زیادی لازم است. تیم سابق رونالدو، یعنی رئال مادرید، هم در یکی دیگر از کانون‌های آسیب دیده بیماری کووید 19، یعنی مادرید، تمرین های گروهیش را شروع کرده. مربیشان زینالدین زیدان با ماسک نظاره‌گر است. دروازه‌بان میگوید تمرینات را به قصد قهرمانی شروع کردند. خوبه که برگشتیم سر تمرین با هم تیمی ها. خیلی با خونه تمرین کردن فرق داره. اونجا هم داشتیم به دستورهای مربی عمل میکردیم. ولی الان همه میخوایم که لیگ دوباره شروع بشه و سعی میکنیم قهرمان بشیم. رقیب قدیمی آنها بارسلونا هم بیکار نیست و تمرینات دست جمعی را شروع کرده. اینجا مسی و سوارز، ستاره های لاتین خط حمله تیم، بعد از ماها در کنار هم. لیگ انگلیس اما از بقیه عقب‌تر است. فقط دو روز است مجوز تمرینات گروهی تیم ها صادر شده، به امید اینکه تا 5 هفته دیگر مسابقه ها از سر گرفته شوند. در انگلیس هوا گرم و آفتابی است، ولی هر از گاهی سایه ابرها یادآوری می‌کند دوران کرونا تمام نشده. پوریا جعفری، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.